ارشاد فرحمن بعد از آزادی با 1001 شرط و شروط از زندان طالبان از فعالیت در یوتیوب آیا ممنوع شد؟ چگونه با یک اشتباه کوچک همه چیز از بین رفت؟ اشتباه کوچک اما ممنوعیت دائمه برای این فامیل یوتیوبر. ماجرای حیرت آور و تکان دهنده. با ما در ادامه این ویدیوی جنجالی همراه باشید. اگر در جریان باشید می دانید که ارشاد فرهمند، جوان ولاگر و یوتیوبر موفق از سوی طالبان به دلیل یک اشتباه کوچک بازداشت شده بود. پیشرفت زود هنگام این فامیل در یوتیوب باعث شد خیلی سریع مورد توجه قرار بگیرند و در نهایت خیلی سریع هم چشم زده شوند که به بازداشت ارشاد فرهمند پایان یافت. با قول منابع ارشاد فرهمند شب گذشته از بند طالبان آزاد شد، اما گفته شده طالبان شرایط محدود و عجیبی را برای این بلاگر تعیین و خط و نشان کشیدند. خبرها هم می‌رساند که ممنوعیت جدی از سوی طالبان برای نشر ولاگ‌هایشان در یوتیوب در نظر گرفته شده و از این پس اجازه نشر ولاگ‌ها از محافل عروسی را دیگر ندارند. که چند پیش برخی ویدیوها از محفل نامزده صدف فرهمند، خواهر ارشاد فرهمند در یوتیوب نشر شده بود. حتی با دیدن آن تصاویر از مراسم نامزدی بسیاره این موضوع را نیز پیش بینی کرده بودند. با اینکه این فامیل یوتیوبر در دل هزاران علاقمند خود جای دارد، اما یک اشتباه که آن هم احتمالاً نشر همین ویدیوها از محافل نامزدی بود، باعث شد تا این جوان موفق یوتیوبر راهی بازداشتگاه طالبان شود. از دیروز به این سو که خبر آزادی ارشاد فرهمند نیز شنیده شده، تا همین اکنون خانواده او هیچ خبری درباره این موضوع نشر نکردند و به گفته منابع ارشاد فرهمند در حال خرید و از سوپرمارکت در کابل بازداشت شده بود. حالا قطعا او در این باره با علاقمندانش نیز سخن خواهد زد. اما آنچه این قضیه را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و تاریک می‌سازد این است که حتی بعد از این هیچ ولاگر حق نشر تصاویر و ویدیوها از محافل عروسی در افغانستان را ندارد. البته این آخر فیلم نیست و همچنان قوانین عجیب طالبان که مردم با آنها تا هنوز آشنایی ندارند در حال پیاده شدن است، که از جمله شاهکار امارت اسلامی در پیوند با حضور زنان در سطح شهر و طرز پوشش آنهاست. به هر حال به امید افغانستان آزاد و سربلند. دوستان، شما هم دیدگاه خود را حتما برای ما در کامنت بنویسید و آیا از قوانین جدید امارت اسلامی راضی هستید یا خیر، شماهایی که در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنید. اگر هم دوست داشتید ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان این ویدیو را شریک نمایید.